بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه واتوب على العموم ما خلا خلوق الكعبة ولو في الطعام. بحث ما در محرمات احرام هست در درس قبلی در ارتباط با بعض محرمات احرام یعنی هر نوع رابطه جنسی با زنان و قبل از آن در ارتباط با شکار نمودن حیوانات صحرایی مفصل به شد عرض شد که فضای احرام یک فضای استثنایی هست تمام این چیزهایی که از محرمات احرام به شمار می آیند گرچند قبل از احرام یا بعد از احرام حلال هستند ولی در فضای احرام به این یک فضای عبادی و در ساموز این چیزها حرام شده اند و حکمت های زیادی هم در این محرمات نهفته هستند یکی از محرمات احرام و در واقع سومین حرام را که مرحوم محقق هل الله علیه ذکر میکند عبارت است از استعمال بوی خوش استعمال بوی خوش چه به عنوان زینت و در لباس و بدن و امثال اینها یا حتی در خوردنی ها اگر احیانا غذا چیز خوش داشته باشد یا ادویجات باشد که بوی خوش داشته باشند استفاده کردنش در حال احرام صحیح نیست و از محرمات احرام به حساب می آید در ارتباط با استعمال بوی خوش البته مسئله مختلف فی هست حداقل سه تا قول را در ارتباط با این مسئله داریم یک قول ارز کنم همین استعمال بوی خوش علی الاطلاق هست که مطلقا حرام هست دو تا قول قول به تفصیل هست و انشاءالله در ارتباط با این اقوال محضر شما توضیح خواهیم داد مرحوم سنیف می فرماید که و علی الامومه استعمال بوی خوش علی عموم. یعنی همه اقسام بوی خوش از هر نوع گیاهی که باشد از هر نوع گلی که گرفته شده باشد یا انواع اطرهایی که امروز داریم بر اساس این قول در ایام احرام و در حالت احرام باید از اون پرهیز دوری کرد و همه اقصاب تیم حرام هست در واقع و بویدن و خوردن هم فرقی نمی کند چی بوی کردن باشد چی خوردن باشد یا احیانا عرض کنم سر و لباس و احیانا موی خود را با بوی خوش آراستن تمام اینها حرام هست لزام فرماید و تیب و علال عموم دوری کردن از بوی خوش با همه اقسامش ما خلا خلوق الكعبه غیر از خلوق کعبه که اشکالی ندارد در ارتباط با خلوق کعبه کسانی از بزرگان فرمودن که یک نوع ارز کنم خوشبوی است که از زعفران و ارز کنم گیاهان دیگر مرکب می شود در واقع معجون خوشبوی است که مرکب از چندین گیاه است که با اون گو این که ارز کنم خدمت با سعادت شما پرده کعبه را خوشبو می کردن این که خلوق کعبه چه ماهیتی داشته است برای ما امروزه مهم نیست بخاطری که امروزه با چیزهایی که خانه کعبه و پرده کعبه را می قطعا ارز کنم غیر از خلوق هست که در زمانهای گذشته رایج بوده است این یک نکته نکته دوم در ارتباط با خلوق کعبه مسئله مبتلا بوده مبتلا بودن آن هست که بالاخره امکان نداشت در آن زمان همچه حرام را وضع بکند که برای همگان مشقت آور باشد و اجتناب از اون هم کار دشواری بود در هر صورت می‌فرماید و تب و عموم بوی خوش با همه اقسامش بر حاجی و بر محرم حرام هست غیر از خلوق کعبه غیر از اون بوی خوشی که از پرده کعبه بیرون میزند که اگر کس اون را ببوید حاجی اون را ببوید با اینکه در حال لباس حرام هست اشکالی ندارد این قول در واقع قول اول هست و قول مشهور فقه ها هم هست از جمله مرحوم شیخ مفید رضوان الله علی و از جمله مرحوم سید مرتزا و بسیار دیگر از فقه ها و در باب هجده از ابواب طرق الاحرام حدیث پنج را داریم و حدیث یازده را داریم که شاهد این قول هستند این بر اساس این قول از بویدن بوی, خو بوی خوش اون هم اقسام و انواع بوی خوش باید اجتناب کرد که در ادامه می فرماید ولو فی حتی در تعام و در خوردن بوی خوش هم باید ارز کنم که پرهیز بکنیم و از بوی خوش چی در بویدن و چی ارز کنم خدمت با سعادت شما در خوردن در ایام و لحظاتی که در احرام هستیم باید دوری بکنیم این قول اول هست که ارز کنم که قول بسیار از بزرگان ها و بسیاری از بزرگان قدمای ها هستند لذا در ادامه می فرماید ولو ازدر الى اکل ما فیه تیبون. اگر مستر بشود این حاجی به خوردن چیزی که در اون تیب و بوی خوش باشد او لمس و تیب مثلا یا لمس کردن چیزی که در اون بوی خوش باشد گاه استرار پیش می آید طرف عرض کنم خدمت با سعادت شما مریض هست علاجش متوقف بر غذای است که در اون نوع ادویه اش خوشبو کننده و خوشبو باشد مثلا در همچه حالات می فرماید قبض علا انفه اشکال ندارد غذا را بخورد ارز کنم منتها بینی خود را بگیرد و ببندد تا اینکه بوی خوش در بینی اش اثر نکند در واقع ارز کنم استرار باید به قدر استرار ارز کنم باشد اثر استرار هم اندازه استرار هست حالا که علاج شخص متوقف بر خوردن چیز خوشبو هست در حد خوردن اشکال ندارد الا مزدورتون داریم اما این که بی هم چیز خوشبو را نخیر باید از اون پرهیز بکند لذا ملازمه نیست بین خوردن و بویدن از بویدن باید اجتناب بکند اما خوردنش اشکال نخواهد داشت این در واقع قول اول یعنی قول مشهور و پیامدهای اون بود پس بر اساس قول مشهور تقریبا ارز کنم این حرام سوم گستره بسیار زیادی دارد از جهت ارز کنم خوشبوها انواع خوشبوها حرام می شود فرق نمی کند از چه نوگیاهی باشد فرق نمی کند سنتی یا غیر سنتی باشد تمام خوشبوها در دایره حرام قرار می گیرند. از جهت ارز کنم خدمت با سعادت شما انواع استعمال هم فرق نمی کند که در خوردن باشد یا بویدن بازم ارز کنم خدمت با سعادت شما این جزء محرمات هست همچنان که از جهت افراد هم تفاوت نمی کند زن باشد یا مرد تمام اینها باید از بوی خوش اجتناب بکند حتی اگر این بوی خوش مثلا در شامپو باشد اگر واقعا برجسته باشد یا بوی خوش در صابون باشد از تمام اینها بالاخره در روزه های احرام باید اجتناب بکنیم و یک زندگی بسیار ساده و ارز کنم خدمت با ساده شما بدون هیچ گونه زوائد و تشریفات را باید در این روزها تجربه کرد این قول اول هست که محضر شما توضیح دادیم این بر اساس این قول که انواع بویه های خوش حرام می شود هم خوردنش و هم عرض کنم بویدنش اگر کسی واقعا در موقعیت استرار قرار گرفت در محدوده استرار این حرمت برداشته می شود اگر دارویی داشته باشد که بوی خوش داشته باشد و علاجش متوقف بر استشمام و بوییدن باشد اشکال ندارد بو کردن جایز هست اما خوردنش حرام اگر ارز کنم غذای دارویی دارد که در اون بوی خوش هست بازم خوردنش اشکال ندارد ولی بوییدنش کاری حرام خواهد بود این قول اول در مسئله قول دوم که قول ایک مرحوم شیخ توسی در نهایه و خلاف هست ایشون فرموده است که انما یحرم المسک و الانبر و و العود و و از میان انواع خوشبو بر اساس قول دوم فقط شش تای اونها حرام هست بقیه در واقع اشکالی ندارد در واقع خوشبوهای ششگانه ای را که اینجا مطرح کرده اند گو این که در عرفه های اون زمان اینها رایش بودن یا بعضی در بعضی مناطق و بعضی در مناطق دیگر رایش بودن میفرماید اگر خوش بود یک از این اقسام ششگانه باشد خب باید از اون اجتناب بکنیم اما غیر از اینها باشد مثل خشبوهای های صنعتی امروز اینها اشکالی نخواهد داشت پس قول دوم قول مرحوم شیخ دوسی متوفای 460 در کتاب نهایه و خلاف هست که شو میفرماید از انواع خوشبوها آنچه که حرام هست یک ارز کنم میسک هست یک انبر هست یک زعفران هست یک عود هست یک هم کافر و دیگری هم ورس هست در ارتباط با میسک که در فارسی ارز کنم به اون مشک میگوییم معلوم هست ارز کنم خدمت با سعادت شما عطر است یا خوشبوی است که معمولاً از خون آهو گرفته می شود یا از خون ناف آهو که احلیفا اینها را بهتر میفهمند. عنبر انبر هم ارز کنم باز یک ماده خشبو هست که از انبر ماهی گرفته می شود و معمولا گفته می شود که در معده یا روده انبر ماهی وجود دارد یک نوع ماهی است در دریا گاهی گفته می شود که خود این انبر حتی بالای آب اینها جمع می شود گاهی مجبور هستند که نه اون ماهی را بگیرن و ارز کنم از معده یا رودهاش این ماده خوشبو را باید استخراج بکنن در ارتباط با زعفران خب گیاه کاملا معروف است ارز کنم کاربردهای مختلف حتی کاربرده طبی دارد امروزه شهرت بین المللی و جهانی دارد در گذشته گو این که به عنوان ایتر و بوی خوش هم زعفران کاربرد داشته است و عود هم عرض کنم خدمت با شما معروف هست کافور هم که باز همون گیاه معروف هست که بوی خوش دارد معمولا در غسل مید از اون استفاده می شود و همچنین در ارتباط باور است که بازم یک نوع گیاهی بوده است در آن زمان در گذشته که به عنوان بوی خوش و مظهر بوی خوش استفاده می شود در هر صورت مرحوم شیخ توسیک بر اساس این قبل دوم اشون در نهای و خلاف فرموده است که فقط همین ها حرام هستند یعنی این اقسام ششگانه ای که محضر شما عرض کردیم بعد در ارتباط با خود استعمال بوی خوش قول اون در مسئله هست که وقت یقتصر و بعض اون علا عربه بعض دیگر از فقها نه بر تا بلکه بر چهار تا اکتفا کردن این قول هم باز قول مرحوم شیخ توسی در تهذیب هست یعنی غیر از نهای و خلاف که دلیلش هم در باب 18 از ابواب تروک الاحرام حدیث چهارده و 15 هستند که دلیلی در واقع این قول دیگر شیخ توسی می شود اشون که وقت یک و بعضون علا اربع گاهی اکتفا میکنن بعض ها فقط بر چهار تا عرض کنم از اقسام تیب یک عبارت است از میسک یا همون مشک فارسی دیگری هم ارس کنم انبر هست سومی هم زعفران و چهارمی هم ورس هست پس اینجا میبینیم که السنه روایات متفاوت هستند و همین تفاوتی در مفاد روایات باعث اقوال گناگون در مسئله شده است حداقل سه تا قول داریم قول اول که بسیار وسع حرمت را مطرح کرده است در همه ارز کنم بوی خوش قول دوم در شش قسم از اقسام بوی خوش و قول سوم هم در چهار قسم بالاخره هر قول پیامدهای خاص خود را در زندگی مکلفان خواهد داشت وقت نوبت به صاحب کتاب میرسد مرحوم مصنف رضوان الله علیه یعنی مرحوم محقق حلم میفرماید ول اول از هر قول اول که همون قول مشهور فقها باشد که تحریم مطلق هست از هر و اقوا هست در واقعشان طرف مشهور را میگیرد و فتوا میدهد که انواع طب تا زمانی که از نظر عرف بوی خوش بر اون صدق بکند حرام خواهد بود این عرض کنم از دایره محرمات خوشبو از طرف دیگر هم هم خوردنش حرام هست و هم بویدنش و هم بر مردان حرام هست و هم بر زنان زمانی که مکلف محرم باشد فرق نمی کند مرد محرم یا زن محرم همگی باید اجتناب بکنند شاید عمده نکته ای که در ذهن مصنف رضوان الله علیه بوده است همان قاعده اعراض مشهور هست که بقیه روایات چون محل اعراض مشهور واقع شده اند و روایات مربوط به قول اول محل استناد و فتوای مشهور واقع شده است قاعده جبر و کسر حجیت را در روایات متعین میکند که مطابق قول مشهور باشند لذا باید بر اساس همان قول اول فتوا داد این تمام بحث راجع به حرام سوم که عرض کردم عبارت بود از استعمال بوی خوش چهارمین حرامی که مرحوم مصنف به عنوان محرمات حرام مطرح میکند عبارت است از پوشیدن لباس دختر برای مردان پس حرام قبلی مشترک بین زن و مرد بود اما این حرام که لبس مخید باشد مخصوص مردان هست لباس دختر شده چی دخته شده با ماشین باشد که امروز رایج هست یا دخته شده با دست هر دو از محرمات هستند و در واقع حاجی را یا محرم را از اون ارز کنم زندگی ساده و بی تکلف و ابتدایی دور میکند لذا فرماید و لبس المخیط للرجال پوشیدن لباس دوخته شده برای مردان از محرمات احرام هست باید از اون اجتناب و عرض کنم خدمت با سعادت شما دوری بکند که در این خصوص در باب سی و پنج از ابواب تروک الاحرام حدیث دو را داریم و در باب چل از ابواب تروک الاحرام حدیث یک را داریم که شاهد این مسئله هست خب همچنانی که عرض کردم استعمال بوی خوش مخصوص مرده هاست. در ارتباط با زنان مصنف این فرماید و فی النساء خلافون اما اینکه آیا زنان هم باید از لبس مخید اجتناب بکنن یا نه اختلاف فتوایی میان فقه هاست که مصنف این فرماید و الازهرو الجواز قول اظهر اقوا جواز هست ارز کنم هم در حال استرار و هم در حال اختیار چیزان مستردی به پوشیدن لباسی دختر شده باشد یا نه مختار باشد کدام مشکل خاصی برایش نیست میتواند از لباس غیر دختر شده استفاده بکند با این حال میفرماید برای زنان پوشیدن لباسی دختر شده اشکالی ندارد که در این خصوص در باب سی و از ابواب طرق الاحرام حدیث یک را داریم و حدیث نو را داریم و در باب پنجا از ابواب طرق الاحرام حدیث دو رو داریم این سه روایت شاهد این قول هستند بنابر این لبس مخید هرچند برای مردان حرام هست اما برای زنان بر اساس نظر مصنف چی در حال اختیار و چی در حال استرار و مشکل مطلقا جایز خواهد بود زنان می توانند عرض کنم لباس احرام خود را دخته شده انتخاب بکنند که نزدیک به سطر افاف هست و می توانن عرض کنم خدمت با سعادت شما لباس غیر دوخته شده را انتخاب بکنند در هر صورت عرض کنم خدمت با سعادت شما اشکالی نخواهد داشت لذا بحث در این هست که آیا برای زنان جایز هست یا نه و زنان مثل مردان می توانند لباس احرامی بپوشند که دوخته شده نباشه اما اگر لباس احرام دوخته شده را استفاده بکنن اشکال نخواهد داشت این مسئله را نباید با هم عرض کنم اشتباه بکنیم برای مردان استعمال لباس دوخته شده حرام هست اما برای زنان جایز هست که دوخته شده را استفاده بکنن اگر ترک هم کردن اشکالی نخواهد داشت بر اساس نظر مصنف رضوان الله تعالی علیه خب این تمام بحث در ارتباط با لبس مخید یا لپوشیدن لباسی دختر شده منتها تا اینجا قاعده کلی رو بیان کردیم حالا یک سلسله استثناعات و عرض کنم موارد جزئی یا لباسهای خاص رو میخواییم به بحث بگذاریم یک از لباسها عبارت است از غلاله در ارتباط با غلاله معنا کردن غلاله را به زیر پوش یا عرض کنم خدمت با سعادت شما لباسی که در زیر لباس می پوشیدن و نازک بودن مثل همون زیر که امروز ما داریم که معمولا نسبت به لباس اصلی نازک هست می فرماید آیا غلاله که گو این که اون زمان مخصوص زنان بودن این غلاله و زیر پوش و خصوصا در ایام عادت می پوشیدن این جایز هست برای زنان یا نه می فرماید و عمل غلاله پوشیدن قلال که لباس زیر پوش بود در واقع جایز هست برای زن حائز به اجماع فقها این استثناء ارز کنم با اجماعی هست که زن می تواند در ایام عادت خودش غلاله را بپوشد و اشکالی نخواهد داشت که در این خصوص در باب پنجا و دو از ابواب محرمات احرام حدیث یک را داریم که شاهد این مسئله هست بنابراین غلاله برای زنان یا لباس زیر پوش اون هم لباس زیر پاشی که نسبتا نازک بودن قطعا اشکالی ندارد و مسئله اتفاقی هست البته این غلاله هم قاعدتا ارز کنم هم ممکن است مخید باشد یعنی دوخته شده باشد یا غیر دوخته شده نوع این لباس برای زن اشکال ندارد چی دوخته شده باشد دوخته شده نباشد مطلقا جایز خواهد بود بحث دیگری که مطرح میکند در ارتباط با سراویل هست سراویل که جمع سیروال هست به معنای شلوار و زیرجامه هست آیا شلوار و زیرجامه برای مرد جایز هست یا نه؟ میفرماید و جایز می باشد پوشیدن سراویل که جمع سیروال هست یعنی شلوار و زیرجامه برای مرد ازالم یجید ازارن اگر عرض کنم خدمت با سعادت شما ازار گیرش نیامد که ازار همون لونگ می شود در واقع اگر مرد لونگ داشته باشد خب بالای لونگ ارز کنم لباس احرام را می پوشد هم سطر عورت شده است و هم از هر جهت لباس لباس یک منزه و آماده است اما اگر مردی برای خودش ازار رو ارز کنم لونگ را به دست نیاورد لونگی که در همامای ما ارز کنم قدیمی عمومی معمولا استفاده می کردن و یک نوع در واقع ارز کنم خدمت با سعادت شما پوشاننده عورت هست برای انسان اگر مرد واقعا ازار و لنگ را به دست نیاورد می تواند از سیروال یا شلوار استفاده بکند که نسبت به لنگ درازتر و کاملتر هست و در واقع یک زیر جامعه کامل می شود این را هم فرموده است اشکالی ندارد که باز در باب سی و پنج از ابواب طرق الاحرام حدیث یک را داریم که شاهد این مسئله هست بعد ارز کنم لباس سوم دیگر که یک به عنوان استثناء اینجا از اون بحث می شود عبارت است از تیلسان در ارتباط با تیلسان این که تیلسان چی هست مرحوم شهید سانی در مسالک خودش می فرماید ثوب منسوج محیط بالبدن یک لباس ارز کنم بافته شده است که بدن را می پوشاند منتها در لغت نامه ها معمولا تیلسان رو گاهی به دستار معنا کردن یعنی همون امامه گاهی بردا معنا کردن و گاهی ارز کنم به جامعه کلاهدار گشاد معنا کردن یعنی یک لباسی که کلاهدار بودن و گشاد بودن مثل ارز کنم کت امروزه که معمولا در فصل زمستان اینها پوشیده می شود یا همون قبایی که احیانا ارز کنم روحانیت دارن مثلا می فرماید که و کذا لبس تیلسان له ازرار و همچنین برای مرد جایز است پوشیدن تیلسان که برای اون تیلسان ازرار باشد ازرار می شود جمع زیر یعنی همون دکمه حتی اگر دکمه داشته باشد اشکالی ندارد و میتواند اون را بپوشد لاکن لا یزر روح نفسه ولی دکمه اون تیلسان را نباید ببندد به خاطر که اگر دکمش را ببندد مشابه همون مخیط می شود در واقع مشابه همون دختر شده می شود در حال که عرض کنم لباس دخته شده برای حاجی و برای محرم حرام هست این بزاد خود تیلسان را پوشیدن که یا ارز کنم خدمت با سعادت شما باعث سطر می شود یا باعث حفظ بدن از سرما و گرما می شود در گذشته خصوصا در فصل سرما اگر یک لباس کفایت ندهد خب با پوشیدن تیلسان یعنی کود و احیانا قبا و امثال اینها بدن انسان بالاخره از بیماری و اینها محفوظ می شود پس جامعه کلاهدار گشاد یا ردا مثلا و امثال اینها اشکالی ندارد تیلسان را این گونه معنا کرده نتیجه بحث در حرام چهارم که در ارتباط با لبس مخید بود یعنی پوشیدن لباس دختر گفتیم پوشیدن لباس دختر از محرمات احرام هست در این شک نیست منتها حرام است که مخصوص مرده هاست برای زنان چی در حال اختیار و چی در حال استرار پوشیدن لباسی دختر شده و عرض کنم با ماشین و امثال ها یا با دست اشکالی نداره بعد سه تا استثنا اینجا ذکر کردیم یک زیر پوش یا غلاله برای زنان در ایام عادت به اجماع فقها جایز هست پوشیدنش در وقت احرام یکی هم عرض کنم خدمت با شما شلوار برای مردان اشکالی ندارد اگر لونگ عرض کنم گیرشون نیامد و سومین لباسی که به عنوان استثناء به بحث گذاشتیم تیلسان بود که در ارتباط با تیلسان گفتیم عرض کنم رداق یا عرض کنم جامعه کلاهداری که گشاد باشد نسبتا حتی اگر دکمه و اینها هم داشته باشد پوشیدنش اشکال ندارد منتها از دکمه اش نباید استفاده بکنن خب این تمام بحث راجع به حرام چهارم پنجمین حرامی را که یک ایشون اینجا مطرح میکند ول اکتحال و سواد علا قولین سرمه سیاه کشیدن اگر کسی سرمه سیاه را به چشم خود بکشد در صورتی که لباس احرام برتن داشته باشد این هم از محرمات احرام هست البته وقتی میفرماید سرمه سیاه کشیدن معنایش این است که اگر این سرمه بدون رنگ باشد مثلا احیانا اشکال ندارد لذا سرمه کیک ارز کنم سیاه باشد و در واقع یک نوع زینت حساب می شود چی برای زن و چی برای مرد حرام هست و الاکتحال و بسواد علا قولین که در این خصوص مرحوم شیخ در نهای و مبسود این نظریه را ارائه فرموده است که در باب سی, و سی از عواب طرق لهرام حدیثی دو رو داریم که شاهد این قول شیخ است لذا وقتی می فرماید ول اکتحال به علا قولین یعنی این نظر نظر مرحوم شیخ توسی در نهای او مبسود هست روایت هم شاهد قولشان هست ایشون خودش اینجا انتخابی نکرده است و هنوز بعد می و به ما فیه تیبون و همچنین سرمه کشیدن یا با چیزی که در او بوی خوش باشد سرمه کشیدن به چیز خوشبو یا عرض کنم سرمه ای که در اون چیز خوشبو به کار رفته باشد این هم از محرمات حرام هست پس در حرام پنجم یعنی سرمه کشیدن دو تا بحث را مطرح کردیم یکی سرمه کشیدن یعنی سرمه سیاه را استعمال کردن گفتم این قول مرحوم شیخ توسی است یکی عرض کنم خدمت با سعادت شما سرمه کشیدن با چیزی خوشبو که ظاهر عبارت مصنف رضوان الله علی اجماع را میرساند و در واقع عرض کنم خدمت با سعادت شما هیچ گونه مخالفی ندارد پس سرمه سیاه کشیدن مختلفون فی هست اما سرمه کشیدن با چیزی که خوشبو باشد ظاهر عبارت مصنف این هست که مسئله اجماعی هست و در این خصوص در باب 33 سی از ابواب ترک الاحرام حدیث 8 را داریم و حدیث 5 را داریم و حدیث 9 را داریم حداقل این سه روایت همگی دلیل این مسئله هستند و البته آنچه که در حرام سوم و صورت عام گفتیم که استفاده بوی خوش از محرمات هست هم اینجا را میگیرد این هم روایات خاصه داریم و هم روایات استعمال بوی خوش سرمه کشیدن با چیز خوشبو را میگیرد به همین جهت مرحوم مصنف هم وقتی که و به ما فیه تیبون میفرماید با سراحت قاطع مسئله را ابراز میکند گو که مسئله در میان فقها اجماعی هست بعد میفرماید و یستوی فی ذالک الرجل و المرأه و مساوی می باشد در حرمت اکتحال یعنی استفاده کردن ارز کنم سرمه سیاه یا سرمه ای که در اون بوی خوش باشد مرد و زن هر دو تفاوتی نمی کنن که مرد باشند یا زن باشد اینجا مرحوم صاحب مدارک لا خلاف فرماید یعنی <applause> <applause> این که اونهایی که سرمه کشیدن را حرام دانستند چی سرمه سیاه یا سرمه که در اون بوی خوش باشند تفاوت بین مرد و زن نگذاشتن تمام فقها پس می بینیم که این محرمات یک دست نیستن از جهت اشتراک بین زن و مرد در حالی که استعمال بوی خوش مشترک بودن اما لبس مخیل یعنی پوشیدن لباس دوخته شده مختص مردان بودن حالا در این حرام جدید که استفاده از سرمه باز میبینیم که زن و مرد حکم یکسان دارند و با هم, تفاوت چندانی ندارند. لذا مرحوم صنیف فرماید و یستوی فی ذالک الرجل و مرأه و مساوی میباشد در حرام بودن سرمه کشیدن زن و مرد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی میان آن دو وجود ندارد این تمام بحث راجع به حرام پنجم و همچنان که مستحضر هستید محرمات احرام همچنان ادامه دارد بقیه را انشالله در درس آینده با استعانت از خداوند متعال پیگیری خواهیم کرد غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته يوما في الوجوب من ثقل وسري وذنوبي والعبد لا يرجو سوى مولى فانعم